يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي نبي من يدعوك بانكسار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار إنا بالهادي لَفِّي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عام -その بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعينا حتى تسكنه أرزكتها هو وتمتعه فيها طبيلا إن شاء الله أزياران ويابران وبلك سرداران حزرت باشيم سلواتي سرداري بفرستي محمد صلی محمد و آل محمد و عجل فرج خب اون فرازی از روایت که دیروز خدمت دوستان عرض شد فراز بسیار کاربردی و مهمی بود که تفاوت بین اعتزال و اجتماع رو و اینکه امر به عزلت شده و امر به اجتماع شده چگونه جمع بکنیم و منظور از اعتزال و عزلت حقیقتش چیست تا اینکه به افراط و تفریط مبتلا نشیم و از برکات وجود جامعه ارتباط و اعتزال هر دو بهره بشیم تا حدید برای دوستان بیان شد از آنچه که مستفاد از روایات و آیات هست امروز به فراز بعدی می رسیم که هنوز در روایت موسی بن جعفر علیه السلام هستیم که خطاب به هشام در فضیلت عقل بیاناتی داشتند که فراز بیستم از حدیث دوازدهم در فراز بیستم از حدیث دوازدهم امام کاظم علیه السلام میفرماید یا هشام نصب الحق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه و تاعتو بالعلم و العلمو بالتعلم و تعلمو بالعقلی و لا علم من الا من عالم ربانی و معرفت العلم بالعقل یه سیر دقیق از معارف رو حضرت در این کلام بیان فرموده اولا تابلوی بحث این است که نصب الحق لطاعت الله حق منصوب شده است برای طاعت الهی به پا داشته شده است برای طاعت الهی یعنی خدای تبارک تعالی حقیقت و حق رو که حالا دعوت انبیا باشند نظام در حقیقت ارسال رسول باشند نظام وجود باشد تمام اینها چون از نظام وجود هم نظام تشریع استیاد میشه منتها توسط اون کسانی که سلطه و احاطه دارن بر این مسئله لذا نصب الحق و لطاعت الله برای اطاعت الهی ولا نجات الا به نجاتی هم نیست الا به طاعه چون انسان وقتی که خلق شد قرار گرفت در رددناه و اسفل سافلین در پایین ترین رتبه وجود حالا وقتی که میخواد حرکت بکنه از ظلمانی ترین لایه وجود از متعین ترین مرتبه وجود از محدود ترین مرتبه وجود درسته؟ حرکت بکنه به سمت نورانی ترین به سمت وسیعی ترین لا نجات ها اسم اینو میذاریم نجات یعنی چرا؟ چون آیه شریفه میفرماید خلقنا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین درسته بعد میفرماید که الا الذين و وعملوا الصالحات یا در آیه شریف دیگری که با این تطبیقش قوی تر میشه و این منکم الا واردها کان علی که حتما مغزی یا ثم ننج الذین تقوا ننج الذین یعنی حرکت از عالم طبیعت نجات تعبیر شده در قرآن درسته سم اونجا میفرم منکم الا واردها کسی از شما نیست الا وارد این جهنم میشود که حالا تو بحث خودش خواهد آمد که جهنم ورود به دنیاست منتها اون اگر کسی اخلاط پیدا کرد این جهنم حقیقتش براش آشکار میشه اگر کسی عبور کرد چون بعدا انشاءالله این تو های دیگه خواهد آمد که سرات از متن جهنم میگذرد و از متن جهنم نه از روی جهنم نه از روی جهنم بلکه از دل جهنم فیها یعنی فل جن جهنم نه فی جهنم نه اینکه در حقیقت از روی اینشالله او تو بحث خودش خواهد آمد که از متن جهنم میگذرد یعنی همین که این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزی یا این قضای حتمی الهی است که همه وارد بشن بر این اما ثم ننج الذین تقوا و نظر الظالمین فیها جسی یا درسته درست خوندم آیه رو این حافظ آیات اون آقای میریان بودش که بله خب پس درست خوندیم دیگه دیگه اینجا ایشون حافظ داره همراهش بله اینجا اونجا آیه چیز حافظش متصل بود به خودش آخ خلاص آقای جلیلی هم حافظ دار اما حافظش فعلا منفصل البته شلای منفصل متصل هم میشه پس اینکه که نونجینی یعنی این در حقیقت چی هستش؟ این نجاته لذا اینجا میفرماد لا نجات الا به این لا نجات الا به از کجا نجات محقق میشه؟ از اون انمنکوم لا وارده ها اون رددناه و اسفل سافل یعنی از ظلمانی ترین لایی وجود حرکت به سمت نوران، نورانی ترین و وسیع ترین فقط با طاعت محقق میشه پس حرکت جوهری که از ظلمت انسان رو از حد و تعین انسان رو میرسونه یعنی از اون مرتبه نطفه جمادی حرکت آغاز میشه به مرتبه نباتی و حیوانی و انسانی که این حرکت بعضیش در حقیقت طبیعی و طبیعی و غریزی است بعضیش اختیاری و ارادی به معنای تشریعی است تمام این حرکت اسمش نجاته مونتا اون نجات نجات تکوینی است نطفه تا علقه و مزقه و تولد و در نفخ روح و تولد و تا رسیدن مثلا به مرتبه بلوغ نجاتی که در حقیقت از اون مرتبه میشه با طاعته تا اون مرتبه چی بوده؟ تو کر... و توعه... چی بوده؟ تکوینی, با... تکوینی بوده که همه در حقیقت عالم نسبت به خدای تبارک تعالی تو و کرها همه در چی هستن؟ همه به سمتش حرکت میکنن انسان هم تو این مرحله اینجوریست اما از اون مرحله علاوه بر این که اون نظام تو تکوینی رو دارد یه نظام تو تشریعی دارد اطاعت تشریعی دارد که نجات با این محقق میشه ولا نجات الا به تا تصور بکنیم که از ظلمانی ترین مسئله تا نورانی ترین اونم ظلمت نامتناهی تا نور نامتناهی یه حرکت میخواد محقق بشه فرصتم محدود زمان محدود حرکتم توی مسیر نامتناهی است دقت میکنید پس باید حتما عالی ترین ابزار و وسایل و عظیم ترین علائم حق و دستگیری برای این مسئله پیش بینی شده باشه خدای تعالی این کار کرده طاعت که انسان خودش رو ببره تحت شعاع اون حقیقتی که یا خدا خودش مستقیم به او فرموده اطاعت میکند یا به واسطه کسانی که اسمت رو در اونها قرار داده به دست ما رسونده که این هیچ خللی درش ایجاد نشه لا نجات الا به طاعت. تاعت مستقیما از خدا توسط انبیا و اولیاء خاصش طاعت به واسطه اسمت در اون انسانهای معصوم و وسائط وحی مثلا جبرئیل سلام الله علیه طاعت نسبت به اون حقیقت وحی میشه در حقیقت برای بقیه درسته؟ لذا این لا نجات الا به تاعت فنا رو به دنبال خودش میاره یعنی انسان از فنا عملی شروع میکنه طاعت یعنی فنا عملی دیگه یعنی من ارادم و در اراده اون نورانیت محضه وجود محض چی کار میکنم؟ مندک میکنم اراده خودم رو در که اگر با اراده خودم خواستم حرکت بکنم با اراده خود حرکت کردن تو این مسیر نامتناهی و تشخیص رو بخوام واگذار بکنم به اون چه که من میفهمم و تشخیص میدم این قطعا خلاص مسیر نامتناهی در یه زمان محدود تینه نمیشه چون باید خطا آزمون خطا داشته باشم باید دائما در حقیقت با اون چه که تا به حال یافتم خود دانی هیچ موقع نمیتونه علت برای عالی باشه منی که تو این رتبه که نداریم نمیتونم اون رتبه دارایی رو راهش پیدا بکنم مگر خودمو به در و دیوار بزنم صدها بار سقوط بکنم اگه هنوز چیزی ازم باقی مانده بود اون وقت یه راهی پیدا بکنم مثل این بازی های کامپیوتری هی hey, میزنه میزنه خودشو به این ور میزنه به اون ور میزنه به اون ور تا یه راهی یه جا ببینه اه. این راه در حقیقت بوده و حالا آشکار میشه خب اونجا که اینجوری ما این وقتو نداریم که او بازیه او نشدم نشد چیزی نمیشه اما اینکه وقت نداریم که لذا لا نجات الا به و بالعلم اگر طاعت میخواد محقق بشه حتما طاعت باید اون نگاهش به چی باشه؟ به علم باشه ول علمو به تعلم علم از کجا محقق میشه؟ علم که نبوده نداریم که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیعا از دل مادر که زاده میشیم چیزی نمیدونیم اگر علم رو نداریم پس باید حادث بشه اگر میخواد حادث باشه پا تعلم میخواد درسته؟ ولی علمو به تعلم با یادگیری محقق میشه نه با اینکه از اول تو وجود آدم باشه اگر علم با تعلم حاصل میشه و تعلمو بالعقل یعتقد تعلم هم یادگیری هم به عقل گره خورده گره خورده به عقل یعنی یه طرف میخواد عقلی باشد منفعل و بالقوه در متعلم یه طرف دیگه هم این عقل میخواد عقل فعال بالفعل که اونم در طرف معلم درسته؟ یعنی او طرف فعلیت عقل محض باشه یا تو طریق عقل محض باشه متصل به عقل محض باشه این طرف هم عقل منفعل پذیرا باشه نبسته باشه خودش رو که دیگه نتونه بگیره چون آدم وقتی صورت پیدا میکنه دیگه نمیتونه بگیره دیگه اونو از این عقل منفعل بالقوه اونورم عقل چی عقل فعال بالفعل درسته پس یعتقد بالعقل پس تعلم چی شده گره خورده با چی تعلم گره خورده به عقل و تعلمو بالعقل یعتقد ولا علم الا من عالم لبربانی این هم یه نکته عظیمی است که ببینید یه مسیر رو چقدر زیبا بیان کرده یه راه کاملی رو در نجات انسان داره بیان میکنه مونتا اگر هرچی اینا حد طول و عرض و حدودش بیان بهتر بشه خودشو بیشتر حالا مونتا میخوام یه خود تنترش کنیم بحث رو ولا علم الا من عالم ربانی این عالم ربانی اول عالم ربانی خود خداست یعنی رب خود حقیقت رب بقیه هم عالمی هستن که منتسب به او هستن ربانی هستن چرا چون حقیقت وجود رو که علم از او مترشحه، علم از او در حقیقت به دست میاد او ایجاد کرده و این علم رو مبدعش در ایجاد اوست درسته پس اگر علمی میخواد حقیقتی برای کسی محقق بشه وهم نباشه علم باشه لا علم الا من ربانی. عالم ربانی که عالم ربانی یا خود خداست دقت میکنید یا کسی است که وجودش به وجود الهی مرتبط و متصل و چیزی از خودش ندارد عالم ربانی یعنی چیزی از خودش نداره یعنی علمش ربط محض عین در حقیقت ارتباطه هیچ انانیتی در اون علمش تأثیر نکرده نجات از این عالم ربانی محقق میشه این میشه معصوم این میشه انبیا اینا میشن اولیاء خاص الهی که اولیاء الله میشن و معرفت العلم اونا سبب نجات نیست اما این داره میگه که چی؟ نصب الحق قلتا طاعت و لا نجات الا بتا کسی میخواد از ظلمت کده محض به در حقیقت اون عرصه وسیع نور حرکت بکنه با چی؟ با این علمه البته علوم دیگه تو دنیا انسان احتیاج داره اون علوم دیگه محفوظ سر جای خودش میتونه اونها رو عبادت بکنه به این عنوان که در به لحاظ اونی که مردم نیاز دارند دنبال این باشه تا خدمت به خلق بکنه میشه عبادت به این عنوان و الا خود اون علوم با اینکه مترشهند از وجود و وجودی که خدای تعالی بر عالم قرار داده فیزیک رو ساخته یعنی فیزیک اون قواعد الهی است که چی شده اما اگر این نگاه از توش برآمد که از اونجا منتقل شد آیه شد این رو هدایت کرد و بعد سبب طاعت بیشتر شد وقتی که میبینه تو عالم نظام علمی اگر کسی میخواد عالمتر باشه باید مطیعتر باشه نسبت به قواعد علم چون کسی عالم تره تو نظام علم عالمتره که قواعد علم رو مطیعتره درسته یعنی هرچی میاد در علمش از خلاصه لیسانس میشه فوق لیسانس میشه دکتر میشه فوق تخصص میشه در حقیقت پروفسور بشه مثلا خب این خاضع تره نسبت به قواعد اون علم چون مطلع تره میدونه به غیر از اینم راهی نداره یا اون کسی که اول دیپلم گرفته فکر میکنه آزاده که هر کاری در رابطه با این مسئله بکنه درسته او میفهمد که الا و لا اگر میخوای به این نتیجه برسی باید از این راه بری او اطلاعش برای این لذا عظیمترین ترین تعبد رو تو نظام تکوینی کی داره؟ عالم ترین ها دارن اگر کسی عالم تر شد تعبدش عظیمتر تر و شدید درسته؟ اگر از این رسید به این که لا نجات الا به طاعه حتی اگر نجات در دنیا میخواید رفاه در دنیا میخواید تعالی در دنیا میخواید قدرت و قوت در دنیا میخواید نجات دنیایی میشه اینا دیگه سلطه بر دنیا اگر در حقیقت سلطه بر دنیا میخواد کسی این نجات رو میخواد اون هم بازش است اون هم باز راهش طاعته طاعت قواعد تسلیم بودن به قواعد علم درسته از این منتقل بشه به اینکه لا نجات الا به طاعه اگر عالم دنیا با این زیغش اینقدر طاعت درش دخیله بفهمه که ورود به طرق آسمانی که نسبت این عالم دنیا به اون عالم هیچ نسبتی ندارد نسبت به مرتبه بالاترش میگه حلقتن فی فلوات حالا نسبت به مرتبه بالاترش تا برسه به مراتبش هیچ نسبتی نداره قطعا طاعت در اونجا برای جلوگیری از سرگردانی و حیرت عظیم تره و قواعد اونجا رو کسی غیر از یا کسی مستقیم از خدا بگیره یا از انبیاء الهی و معصومین بگیره راهی نداره قواعد اونجا اینجوریست است فقط اونجوری در حقیقت محقق میشه البته گاهی تو مشاهدات و مکاشفات به بعضیا رو نشون میدن اما اونی که محک بتونه بزنه بتونه بفهمه میزان داشته باشه که این صحیحه یا سقیمه فقط اون رابطه محقق میشه لذا لا نجات الا به تو نظام مادی عادی هم باز لا نجات الا به اما منتها این منعقد شده برای او چون میگه در نهایتش لا علم الا من عالم ربانی دقت میکنه چون برای اون تاعت اما این طاعت مورد توجه برای کمال نبوده چون اگر کسی این رو پیدا هم نکرد، او رو پیدا کرد به اون کمال رسیده. اما خدای تبارت حالا اینها رو عوض خلق نکرده. اینها رو هم روزی انسان قرار داده. اینها رو هم برای رسیدن قرار داده. اما اگر کسی اینها رو پیدا نکرد، به او رسید، از اون طریق به اینها هم میتونه اشراف داشته باشه، احاطه داشته باشه. چون داره نقل میکنه به صلاح اون چرا که از عالم ربانی رسیده مثل خود کتاب که شما رجوع میکنید کتاب چیکار کرده الان این حدیث که در این کتاب ثبت شده مرحوم کلینی نقل داره میکنه از عالم ربانی که معصومه حالا ممکنه مرحوم کلینی هم اطلاق عالم ربانی برش بشه اما ما داریم از اون عالم ربانی رو میگیریم او سعی کرد این رو برای من ثبت کنه و ضبط کنه درسته به مقداری که او عالم ربانی تأثیر داره اخلاص او هم در جمعوری هم اثر داره در اینکه باز انتقال اما اساس این است که من دارم با این مرتبط میشم لذا فقه هم همین جوره داره حکم عالم ربانی رو برای ما چکار میکنه؟ با... بیان میکنه اونم به امر عالم ربانی به ما گفتن چکار بکنید؟ این احکام ما رو تفریق کنید بر اصول و بیان کنید برای مرد و اونم به امر عالم ربانی داره این محقق میشه قطعا اثر داره میفرم بله ارز کردیم دیگه عالم ربانی تشکیکیه دیگه تشکیکی عالم ربانی تشکیکیه درست یا هشام و معرفت العلم البته انتهای روایت بود و معرفت العلم بالعقل و معرفت این علمی که از عالم ربانی میخواد گرفته بشه بالعقل این عقل غیر از اون از که تعلم بالعقل بود اون تعلم بالعقل عقل منفعل بالقوه بود این معرفت علم بالعقل یعنی بالعقل سریح بالعقل الخالص بالعقل یعنی یک کمال معرفت العلم بالعقل یعنی این میزان در اینجا عقل است اونی که در حقیقت به این تعالی میرسد عقل است لذا اون دو تا با هم دیگه دو مرتبه بحثن اون مرتبه نازله انفعالیه بالقوه اولیشه که تعلم رو به دنبال خودش داره ولی این داره میگه معرفت العلم بالعقل یعنی اون جایی که علم ظرفی که محقق میشه توش جا میگیره عقل در حقیقت این عقل عقل شده بالفعل شده تحقق شده یا هشام در فراز 21 قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الحوا والجهل مردود اینم یه نکته یعنی آدم میگه به هر نکته که میرسه میبینه نکته عظیم است آدم یاد این دعای سهر میفته که اول میگه خدا یا مثلا به مثلا قدرتت به قدرت مستطیلت بعد میگه خلاصه کل قدرت که مستطیل اول میگه به قدرت به قدرت تو بعد به اون قدرت مستطیله تو یا به اسماءت به اسماء حسنات بعد میگه کل اسماء که در حقیقت هستن یعنی همه اسماء تو حسنا هستند یعنی اول آدم از یه جا شروع میکنه بعد بین اونها یه تفاضلی میبینه بعد میبینه نه همشون همین تفاضل رو دارن حالا اینجا که میاد آدم اول احساس میکنه که هر کدام از اینها یه کمالی دارن ولی بعضیشون افضل کمالشون اکملن بعد که دوباره دقت میکنه میبینه همشون اکملن چون از یه وجود نشأت گرفتن که او اکمله دقت میکنید از یه وجود نشأت یعنی آدم هر چی که میرسه میخواد بگه این بهتر از اونه نه, نه راه نداره همشون بهترینن همشون بهترینن منتها بهترینن نسبت به کلام غیر نه در کلام خودشون قیاس در کلام خودشون گاهی سخت میشه مربوط به جهل ما میشه که یکی رو بهتر میبینیم یکی رو بهترین اون برمیگرده البته به مراتب قرب ما در فهم این یکی میشه بهتر یکی میشه بهترین اما اگر از منظر کسی که از اون بر نگاه بکنیم این همه این هم اینا بهترین هن. چون از یه وجودی که, نش... که, خود این کلام هم الان که میخوایم بخونیم همین رو دلالت میکنه میفرماد قلیل العمل من العالم مقبول مزاعفان دو تا مبناست که این دو تا مبنا خیلی فهمش و دقت درش تو فهم روایات و استفاده از روایات خیلی مؤثره یه مبنا این است که عمل علم می سازد حال ایجاد می کند و حال علم ایجاد می کند یعنی از اعمال اخلاق زاییده می شود و از اخلاق اعتقاد دقت می کنید از اعمال اخلاق زاییده می شود و از اخلاق اعتقاد یه مبنا این است که از اعتقاد خلق زائده می شود و از خلق عمل درسته؟ ما نه اینطوری هستیم که بگیم که فقط باید با عمل شروع کرد تا اخلاق و علم در پی اون بیاد نه اینطور میگیم که عمل تأثیری در ایجاد خلق و اعتقاد ندارد چون اونی که میگه علم خلق میسازد و اعتقاد دو گونند این که اصل این که علم خلق میسازد و اعتقاد صحیحه اما این که از بالا به پایین همیشه اثر هست از عالی به دانی فقط اثر هست ولی عمل اثری نداره در خلق و در علم این اول بحثه جمع به این دوتا که امر بین امر این باشد این است که حقیقت هر عملی العلم عل امام العمل علم امام عمل روایت شریف علم منشع میشه چون ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم باید تصور بکنیم عمل اختیاری تصور بکنیم او را تصدیق بکنیم به فایدهش که برای ما مفید است و شوق ایجاد بشه تا اراده محقق بشه درسته؟ پس معلوم میشه که علم به او و تصدیق به علم و تصدیق به نفع او مقدمه بر چی؟ بر عملشه دیگه اما اینکه پس از اینکه عمل کردیم آیا این عمل نقشی و تأثیری در علم نمیگذاره این اول بحثه چون دو تایف شدن یه ده گفتن اون یه ده گفتن این اما این که این رو هم قائل دارد و این قول دقیق است که بله العلم عل امام العمل هیچ عملی بدون علم امکان پذیر نیست حتی میگه اگر شما مثلا دست میکشی به ریشت عادت کردی این یه قایت خیالی داره اون قایت خیالی باعث میشه که چون به علت قایی علت فاعلیت فاعلا میشه دیگه یعنی علم در حقیقت قایت اجمالا به علم در حقیقت انسان به قایت علم پیدا میکنه سبب حرکت میشه بعد به تفصیلا به اون قایت میرسه اجمالا اون رو میدانسته به قول مصنوی که طالب هر پیشه و هر صنعتی حق چشاند اول کارش لبی هر طلبی حاصل یک علمه و الا اگر علم نباشه طلب معنی ندارد دقت میکنید طلب یعنی ادراک مفقود احساس مفقود درسته طلب یعنی این دیگه شوق به اون چیزی که ندارد که میخواد حرکت کنه این شوق به نداری علمه و الا اگر علم نباشه شوق معنی نداره احساس فقدان یه علمه دیوار احساس فقدان ندارد لذا حرکت هم به سمت اون مفقودش ندارد اما انسان احساس فقدان دارد تفاوت بین احساس فقدان با فقدان احساس فقدان احساس عدمیه نبوده اما احساس فقدان احساس نبوده علم این وجوده این وجودیه که گاهی این تفاوت بین همون جمله که نسبت میده امام اشکال کرده به یک حاشیه اونجا توی فصوص در حقیقت یک کلامی رو نسبت میده بعد اونجا میگه که این کلام مثلا به یکی از صحابی نسبت میده به یکی از افراد نسبت میده که العجز ان درک الادراک ادراکان، امام میگه که حواست کجاست العجز ان درک الادراک ادراکون این غلط این ادمیه ادراک العجز وجودیه ادراک عجز ادراکن بیابد عجز رو نه عجز خود عجز خود عجز مگر برگردد به ادراک مگر برگردد به ادراک عجز بگن عجز یعنی احساس عجز اگر در حقیقت در اینجا حواسمون باشه که این رو جمع کنیم به این که پس العلم امام العمل حتما باید علم مقدمه بر عمل باشد اما پس از این که عمل محقق می شود این باعث تثبیت علم میشه باعث حفظ علم میشه زمینه و اقتضاء علم بالاتر رو ایجاد میکنه دقت میکنید دقت بکنید جملات رو با دقیق دقت دارم میگم نمیگم علم بالاتر رو ایجاد میکنه میگم اقتضا و زمینه و استعداد علم چون اخص نمیتونه علت برای عالی باشه نمیتونیم بگیم عمل ایجاد علم میکند اما میتونیم بگیم عمل چیکار میکنه؟ استعداد اخذ چون علم از بالا افاظه میشه که حالا اون سر جای خودش علم از بالا افاظه میشه اما زمینه و اقتزاش رو انسان میتونه ایجاد بکنه دقت میکنید زمینه و اقتضاش با چی محقق میشه؟ البته با عمل لذا تا انسان تو دنیاست هیچگاه بی نیاز از عمل نیست چرا؟ چرا هیچگاه بی نیاز از عمل نیست؟ چون آیا اقلش این است اگر کسی به اوج علم هم رسیده اگر کسی فرض دیگه فرض کنیم ما که میگیم علم نامتناهی هر چی انسان جلو بره تمام نمیشه درسته همونجوری که وجود الهی نامتناهیه علم الهی هم نامتناهیه انسان ها هم به سمت اون علم نامتناهی دارن حرکت میکنن پس هر چی جلو برن به انتهای علم نخواهند رسید درسته پس اما فرض بر این که اگر به اونجام رسید که انسان همه علم رو دانست آیا حفظ این تا تو دنیاست چون بدن در کاره و این رو میکشونه به سمت پایین بدن اقتضا داره حفظ این و بقای این آیا در حقیقت مبقی میخواد از این که سانهی برای اون علم که از دست نره ایجاد بکنه یا نه این مبغی و حافظ دقت میکنه چی هستش؟ عمل است. که انسان رو میکنه دائما از دنیا دائما جدا میکنه تا این قلبه نکنه چون علم جدیدم امکان داره برای این پیش بیاد نسبت به دنیا مقابل اون علم چون اون علم در کمال بود مقابلش در چی هستش در شقاوت دیگه اگر انسان عمل رو ازش جدا شد اون موقع علوم در جانب مقابل ایجاد میشه که اون علوم ظلمانی است اعتقادات وهمانی است اون وهمانیات این علم رو تحت تاثیر قرار میده اما حالا با این نگاه که صحبت شد برگردیم به روایت میفرماید که میترسم که عرض کردم که دیگه سریح تقریبا گفتم عرض کردم علم دعوت می کند به عمل العلم عل امام العمل اما عمل اقتضا ایجاد می کند برای علم بالاتر عمل اقتضا میکند برای علم بالاتر که علم بالاتر سبب عمل بعدی میشه یعنی از طریق عمل علم در حقیقت عمل بعدی رو دعوت میکنه این توفیق هم یعنی همین یعنی انسان یه عملی رو انجام میده درسته در وجودش علمی از جانب خدا چون اون علم او میده او میده اگر نخواد نمیشه این اقتضاش رو ایجاد کرد خدا علم رو به او میده اون علم سبب اعمال بعدی میشه خطورات بعدی ایجاد میشه برای انسان عمل بعدی ایجاد دوباره عمل بعدی سبب علم بالاتر اقتضای او و اقتضای او در حقیقت وقتی محقق میشه فعلیت پیدا می میکنه اعمال بالاتر بعد میفرماید حالا با وارد به محسن بشیم یا هشام قلیل العمل من العالم مقبول مزاعف حالا دقت کنید با این بیان قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف چون عمل میخواد چکار بکنه تأثیر بگذاره اقتضا ایجاد کنه در قلب که قلب متاثر بشه از این و تأثیر قلب سبب علم بشه دقت میکنید سبب یعنی اقتضا یعنی عمل میخواد اقتضا تأثیر قلبی رو ایجاد کنه تأثیر قلبی اقتضاء در حقیقت ادراک علم رو ایجاد کنه درسته؟ اگر کسی از جهت علمی به گونه است که سریع و تأثیر است یعنی مرتبه از علم داره که او اثر میگذاره در قلبش که سریع و تأثیر باشد و عقل قلبش هم که سریع و تأثیر باشه باعث میشه یه عمل کمی بلا فاصله اقتضای بالاتری رو ایجاد کند یعنی من یه موقع میخوام قلبم متاثر باشه اقتضای تاثر درش ایجاد بشه لازمه مثلا یک ساعت تذرع بکنم دقت میکنی؟ اما یه کسی تا توجه میکنه این تذرع براش محقق میشه مثال میزنم ها درسته؟ این قلیل العمل برای قلبی که آماده تأثره که قلب آماده تأثر از قلبی که نور علم و ایمان در او در حقیقت حاکمه نشأت گرفته دقت میکنید سبب میشه که یه عمل کم تأثیر گذار باشه تا مرتبه بالا به معنای اقتضا حالا اگر این قلب چی باشه سخت باشه قصی باشه که ان منها از احجار گاهی لیتوجر منه الانهار اما از اون قلب چی هستش اشد و که هیچ چیزی جاری نمیشه که مهر خورده حالا کثیر عمل از این اصلا اثر داره کثیر عمل انجام بده از صبح تا شب در حقیقت مشغول عبادت بشه قلبی که مهر خورده و قصیه یا باید ساعت ها به مهر خوردن نرسیده باشه ساعت ها در حقیقت این مشغول باشه تا یه تأثری تو قلبش ایجاد باشه بعد انقدر روزه رو آشکار براش بخونن تا این اشکش در بیاد درسته؟ اما او یکی انقدر این قلبش آمادگی داره انقدر عظمت این مصیبت براش علم به این واضحه تا اشاره میشه این خدا رحمت کنه مرحوم آقای مشتهدی رو این تیز عاشق جعفر آقا مشتهدی که توی قوم بودن و بعد مشهد بودن و اینها عاشق جعفر مشتهدی نه اون آقای مشتهدی تهران که از دنیا رفتن آیت الله مشتهدی نه آقای مشتهدی که زاهد بودند آقای مشتهدی رو خدا رحمت کنه ایشون خلاصه سه ماه این لباس سیاه تنش بود این دشت داشته بپوشید بعد اصلا احتیاجی به روزه نداشت یعنی همینجور که نشسته بود این عشقش روان بود اصلا تو این دو سه ماهه عشقش روان بود اصلا احتیاج به روزه نداشت از احتیاج به روزه نداشت خب این قلب متأثری است که اون عظمت علم به مصیبت تو وجودش جا گرفته کاملا در حقیقت چی هستش آماده است اگر میخواد عشق نریزه علت میخواد یه قفلتی باد یه چیزی باد توجهشو جلب کنه که یه لحظه عشق نریزه دقت میکنید اما ما هم باید خلاصه همه حواسمون رو جمع کنیم منقطع بشیم تا توجهمون تام بشه تا بتونیم اون علم سبب بشه که این تأثیر حاصل بشه حالا ببینید با قلیل عمل من العالم مقبولون مزاعفون مقبول است چون سریع تاثیر میگذارد آمادگی تامه درسته؟ مضاعفش چی است مال این است که تو این قلب به سرعت در حقیقت این عمل اقتضاء تأثر قلبی رو در پی داره و تاثیر قلبی به سرعت در حقیقت اقتضاء علم بالاتر رو ایجاد میکنه لذا مضاعفه از کی مضاعفه از اون قلبی که این آمادگی رو ندارد دقت می پس مضاعفش نسبت به کسی است که این آمادگی علمی در او نیست این آمادگی تأثیر قلبی در او نیست و کثیر العمل من اهل الهوا و الجهل اونی که اهل حواس به لحاظ ملکات جهل است به لحاظ علم یعنی دو مرتبه رو بیان کرده عمل هوا جهل دقت میکنید عمل سبب هوا و تبعیت از هوا میشه هوا هم از جهل نشأت میگیره یعنی سه مرتبه علم و خلق و عمل دقت میکنید و کثیر العمل من اهل الهوا و الجهل عمل زیاد انجام شده نه مقبول هست اونجا هم مقبول بود در مقابل این مردود اونجا مضاعف هم بود اینجا مردود بلکه در بعضی از روایات داره که ویل للمسلین یعنی گاهی نماز سبب قصاوت میشه نه فقط مردوده درسته؟ گاهی داره که نماز میخونه اما این نماز از اهل هوا والجه سبب چی میشه؟ نه فقط مقبول نیست مردوده است بلکه سبب قصاوت هم میشه اونم یه مرتبه اعظم از این است خب اینم یه فراز دیگری که فراز بسیار عالی بود که از کلام امام کاظم علیه السلام قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف که هر قیدیش هم توضیح دادیم مقبولش و مضاعفش و کثیر العمل من اهل الحوا و الجهل مردود حالا این دو تا فراز دیگه ساده تا این وقت این دو تا سه تا فراز ساده رو از باب اینکه با توضیحات قبلی مبناش روشنه نه سادهتره یعنی مطلب نداره یعنی با فرازهای قبلی مبنای این هم روشنه یا هشام ان العاقله رضی به من الدنیا مع الحکمه ولم يرذ به دون من الحکمه مع دنیا فلذلك ربحت تجارته عاقل کسی است که راضی میشه به کم از دنیا با وجود حکمت یعنی اگر حکمت رو ببینه بخواد تحصیل حکمت بکنه حکمت به دست بیاره لازمش این است که به کم از دنیا راضی باشه خوابش کم باشه به صلاح اموالش کمتر باشه بالاخره اون فراقت ها و اون گشایش های دنیایش کمتر باشه این راضی عاقل به کم از دنیا با وجود حکمت خب معلومه دیگه چون عاقل کسی است که قبلا فرمود دنیا رو فانی میبینه ولی حکمت رو باقی میبینه کم باقی آیا بهتر از زیاد فانی نیست کم نامتناهی کم نامتناهی نسبت به زیاد متناهی نسبتش چی میشه کم در حقیقت نامتناهی نگید کم با نامتناهی نمیسازه ها یعنی کمه از حیثیتی ولی همین حیثیتی که کمه نامتناهی از جهت چی؟ از جهت بقا دقت میکنید از جهت زمان استمرار کمه درسته؟ مثلا مثال ارز بکنم که یه لقمه نان سیر کنند مثال دیگه مادی بزنیم که سیر میشه از غذا این چیزی داره که سیر بشه از غذا ولی این مالایتناها چی هستش ادامه داره ولی که از این طرف مثال بزنیم به که امروز یه غذا چرب و چیلی خیلی خوشمزه خیلی اما بگن بعدش دیگه خبری نیست یه روز سیر در حقیقت با لذت اما این مثال ها بعد میگه این نیستش یه روز سیر با لذت آیا نسبت به یک عمری در حقیقت گرسنگی میارزه یا بگیم نه یه عمری سیری اما لذتش مثل یه لذت یه روز این از جهت هر روزش نباشه خب معلوم عاقل او رو انتخاب میکنه همه ما همین کار داریم میکنیم اینکه وقتی میخواد ادامه تحصیل بده شبهایی رو بیخوابی میکشه تا کنکور بده تا یعنی که برای اون بقا 20 سال سی سال از حقوقش حاضرم مدتی رو چکار بکنم سختی های زیاد و لذت هم دست بردارم خب حرف عاقلانه است دیگه عاقل دیگه درست تو طبیعت زندگیمون هم همین کار رو میکنیم همه عقل معاشم هم که دارن همین عقل همین کار رو میکنن لذا اما تازه این که حکمت الز از دنیام هم هست اینجور نیستش که کم باشه منتها این با مقدمات خود اون طرف حرف زدنه که اگه تو اینم میفهمی این قدم میفهمی با اینم تازه است بر اینه چه برسه به این که بفهمه کسی که حکمت چی هستش و من اوتل الحکمه فقط اوتیه خیرا کسی را حتی در حقیقت اون خدا تازه میفرماید این خیره که اون که میفرماد و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا میفرماد اگر ما حکمت رو به کسی داده باشیم اون خیر کثیر است لذا میفرماید که ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه چون بقا داره و لم یرزا بدون من الحکمه مع الدنیا فلذالک با این انتخاب ربحت بعدیش رو نخونیم دو دقیقه وقت داریم آقای بگدلی اب نداره که بله از آن شده؟ شده از این دو دقیقه رو بخونیم که آره ما این یه فراز نه 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 شده هنوز نه یا هشام ان العاقله نظر الى دنیا و الى اهلها عاقل وقتی نگاه میکند به دنیا و الى اهلها فعلم ها یکی جا انداختیم یا هشام ان العقلا ترکو فضولت دنیا فکیف الزنوب و ترک دنیا من الفضل و ترک الزنوب من الفرزه میگه ان العقلا ترک و دنیا عاقل کسی است که سه قسمت ما رابطه با دنیا داریم یه رابطه با دنیا ضروریاتی است که برای ما ضروره یعنی لازم است ما لابد در ابن آدم من در حقیقت عقل این روایت شریف است که در حقیقت صلبش باقی بماند باید بخورد نمیشه نخوره درست خوردن خوابیدن اینا جزء ضروریات کسی بگه من نمیخوام بخوابم خب بدن رو ضرر زده از بین برده و بعد مر... سبب مریضی میشه اون چه که ضروریات زندگی ضروریات ضروریات یه سری مباهاته، یعنی در حقیقت لذات دنیایی است که اگر نبود هم این لذات جزء ضروریات نیست یه سری هم در حقیقت چی هستش خب محرماته یعنی نه شده از اونها که اینها جزو ساقت کننده های انسانه این قسمت اونا که ضروری حکمش محفوظه در ضروریات در حقیقت کسی در حقیقت اونجا حکمی در حقیقت حتی اگر کسی نکنه حرام مرتکب شده اما در خلاص مباهات در مباهات می مباه رو تبدیل کنیم به امر اگر این کارو کردیم این از مباه خارج میشه یعنی لذت های دنیا رو حالا داره در حقیقت نه چون قرآن دیگه بیعدبی میشه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم صلی